باید به این محاصره خاتمه دهد و به کمیساریای پناهندگی اجازه دهد کار خود را هر چه سریعتر در اشرف آغاز کند. بله، همه راه حل ها در دسترس است، اما اولین قدم این است که باید لوله سلاح ها را از روی شقیقه مجاهدین بردارند. این ضروری است همین حالا. دوستان عزیز، به کارنامه دولت عراق در این مدت توجه کنید. همچنان که پس بین الملل اخیراً در بیانیه فوری خود خاطرنشان کرد، هیچ گونه تحقیقاتی توسط دولت عراق درباره جنایت 19 فروردین تا به حال صورت نگرفته و روشن است که دولت عراق همچنان به ممانعت از تحقیقات ادامه میدهد. دولت عراق همچنین مانع آن شد که هیئت‌های کنگره آمریکا و پارلمان اروپا از اشرف بازدید کنند و حاضر نشد با مأموریت نماینده شخصی خانم اشتون همکاری کند. و از همه مهمتر این که با ایجاد موانع متعدد هر گونه حرکتی در جهت انتقال ساکنان اشرف به کشور ثالث را سد می کند. این ممانعت ها تا کنون به سه شکل عمده عمل کرده است. نخست، کارشکنی علیه تصمیم کمیساریای عالی پناهندگان برای تعیین استاتوی ساکنان اشرف. همچنان که می‌دانید، در 22 شهریور گذشته کمیساریا رسماً ساکنان اشرف را پناهجویان مشمول حفاظت‌های پایه‌ای اعلام کرد. از آن زمان تا همین امروز دولت عراق پروسه تعیین استاتوی پناهندگی ساکنان اشرف توسط کمیساریا را مختل کرده و به آنها اجازه کار نداد. حالا که برخورداری از استاتوی پناهندگی لازمه انتقال به کشور ثالث است. دومین کارشکنی، دولت عراق تلاش برای جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق را به عنوان یک ضرورت قبل از هر تصمیم، قبل از هر نوع پروسه و قبل از هر کار در دستور کار خود قرار داده. زمین چینی برای جابجایی اجباری که مدتی سفارت آمریکا در بغداد از آن حمایت می‌کرد، فقط باعث اتلاف وقت چند ماه گذشته شد و به طرح حفاظت ساکنان اشرف و انتقال آنان به کشور ثالث لطمه جدی زده. اما سومین کارشکنی، تعیین ضرب العجل برای بستن اشرف تا پایان ماه دسامبر است که فضا و فرصت لازم برای هر گونه راه حل مسالمت آمیز به خصوص پروسه بازسکان را از بین میبرد. این ضرب العجل دستورالعمل آخوندهای تهران است. موضوع اصلی قرارداد هفت ماده ای میان رژیم و دولت عراق است. در حالی که کمیساریای عالی پناهندگی رسماً خواستار به تعویق انداختن ضرب العجل شده و همچنان که گفتم بسیاری از پارلمان ها و سازمان های بین الملل میگویند این ضرب العجل هیچ مشروعیتی ندارد و باید به سرعت کنار گذاشته شود. باید یادآوری کنم که مقاومت ایران و ساکنان اشرف جز نابودی و تسلیم برای هر گزینه دیگری آماده بوده و هستند. ساکنان اشرف در ماه‌های گذشته هفت راه حل را به همه مقامات ذی‌صلاح پیشنهاد کردند.